درود میفرستم خدمتتون، حضورتون عرض ادب میکنم. هموطنان عزیز و ارجمندان، از خبرها مطلع هستید. در این سوی دنیا همچنان ماجرای انفجار در بوستون مورد بحث همه رسانه هاست. تا کنون مشخص شده است که هر 3 نفر این افراد از اهالی چچن بودند، مسلمان افراطی و بنا به آنچه که پیش بینی میکنند احتمالاً جذب شده از طرف سازمان القاعده. در روسیه تحت تعقیب بودند و مامورین روسی تلاش میکردند که این برادران را به اتهام عملیات تروریستی مورد تعقیب قرار دهند که آنها به آمریکا میگریزند. این مسئله نیست. از این اتفاقات در گوشه و کنار جهان افتاده است و همچنان نیز خواهد افتاد. بارها در این برنامه خدمتتون عرض کردم که نمی شود در یک نیزار بزرگ آتشی افروخ که آن کسی که آتش را آغاز می کند بتواند از آتش فرار کند. آمریکا القاعده را به وجود آورد برای مبارزه با حکومت سابق اتحاد جماهیر شوروی. حکومت اسلامی را در ایران به قدرت رساند، یعنی پرورش داد این بذر شوم اسلامی را در جهان، و قاعدتا و طبیعتا خود نمیتواند از این آتش برکنار بماند، نمیتواند همچنان از القاعده به عنوان یک بازوی اجرایی در گوش و کنار جهان استفاده کند، ولی خود از خطرات این در امان بماند. در داخل کشور همین اتفاق به نوع دیگری روی میدهد. آقای رفسنجانی مردی را به قدرت رسانده است که اینک از شر او در امان نیست. تمام حیثیت این 34-5 ساله خود را و احتمالاً چند سالی قبل از انقلاب اسلامی که به زندان می رفت، که البته بنا به اعتراف خودش قابل عرض کنم که توجیه با زندان‌های امروزی نیست، همه را به باد داد. چون در انتخاب فردی که مورد نظر او بود اشتباه کرد. ماجرا همچنان ماجراهای بازی‌های انتخاباتی است. روزنامه همچنان مشغول حمله به احمدی نژاد و شکست این جشن نوروزیشون در استادیوم 100,000 نفری هستند و مسائلی از این قبیل. اما چی مطرح است؟ چه مسئله امروز مطرح است؟ لابد در خبرها شنیدید که رئیس آژانس بین‌المللی اتمی گفته است که ما مجدداً یک نشستی با حکومت اسلامی در مورد پرونده اتمی خواهیم داشت. پرونده کسل کننده، آزاردهنده، بی‌ثمر و نوعی بازی که از فرط تکرار مسخره شده است. اما بلافاصله حکومت اسلامی اعلام می‌کند که ما چنین توافقی نکردیم. قرار نیست که ما بنشینیم و مجدداً مذاکره کنیم. این هم مطرح نیست، این هم تکراری است. آنچه که امروز مطرح است نظراتی است که یک مفسر سیاسی فرانسه داده و سازمان مجاهدین خلق نظرات این مفسر سیاسی را به طور وسیع در همه جا پخش کرده است. این مفصل سیاسی که نام کوچکش برنارد است، اما من هرچی کردم نتوانستم نام فامیل او را به درستی بخوانم، گفته است که بی تردید بلا فاصله بعد از انتخابات حکومت اسلامی که در خرداد ماه آینده، الان امروز روز دوم اردیبهشت ماهیم، اگر اردیبهشت ماه را حساب بکنید تقریبا یک ماه دیگر یا حد اکثر یک ماه و نیم دیگر به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. این آقای برنارد مفسر فرانسوی که آنطور که سازمان مجاهدین خلق گفته است یکی از معتبرترین
عرض کنم مفسران سیاسی در فرانسه هست گفته است بلافاصله بعد از انتخابات ایران به هم خواهد ریخت، احتمال وقوع یک جنگ در منطقه بیشتر از هر زمانی احساس می شود، جنگی که جنگ معمولی نخواهد بود، جنگی که منطقه خاورمیانه را احتمالاً با آتش خواهد کشید، جنگی که آخر عاقبت آن مانند جنگ عرض کنم که عراق و افغانستان نخواهد بود. گفتم عراق و افغانستان این تحقیقاتی که در مورد این بمبگذاران بستان کردن نشان میدهند که آنها از مخالفان شدید حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق بودند و آنگونه که پدر آنها اظهار کرده است این پسران از این حمله و از کشته شدن آدمهای بیگناه که از آن زمان تا کنون ادامه داشته است در فشار روحی قرار داشتند. اما بلافاصله پدر همینها حرفی را میزند که قابل اهمیت است، باید روی آن تأمل کرد. بلافاصله میگوید که اگر این فرزند کوچک من همین که دنبالش هستند و هنوز پیدایش نکردند اگر این هم کشته شود آمریکا درهای جهنم را به روی جهان گشوده است. این تهدید عادی نیست، این یک تهدید معمولی نیست، این نیست که مثلا من فرض کنین که در یک عصبانیتی بگویم اگر چنین شود چنان میکنم. این یک حرفی است که پدر این بچه ها با رسانه های گروهی میگوید، با مقامات امنیتی میگوید، یعنی بازتاب وسیعی پیدا میکند و خطرات عظیمی را. آیا میتوان فکر کرد که مسلمان بودن این بچه هایی که این کارهای انفجاری را انجام دادن اثر بیتعقلی، بیخردی، یعنی همان تعصبی که میان بسیاری از مسلمانان متاسفانه وجود دارد، تعصب بیخردانه، تعصب بیتعقل، تعصبی که به دلیل 1400 سال تکرار و تکرار و تکرار در اینها تبدیل شده است به بخشی از وجودشان، عادت ثانوی، مانند خوابیدن در یک ساعت معین، مانند گرسنگی که باید غذا خورد تا رفع گرسنگی شود. پس بنابراین می شود فکر کرد که این مفسر سیاسی با نفوذ فرانسه حرفی بی پای و مایه نزده است. این طرف قضیه را هم می توان مورد عرض کنم که بررسی و ارزیابی قرار داد که سیاست‌های خارجی برای پیشبرد سیاست خودشان از هر آدمی که بتوانند استفاده کنند استفاده می‌کنند، از روزنامه‌نگارانی که مورد توجه مردمند، از مفسران سیاسی که می‌دانند مردم به حرف‌های آنها و نظرات آنها عرض کنم که اعتقاد دارند، حتی از هنرمندان کمدی که در برنامه‌های تلویزیونی برنامه‌های کمدی اجرا می‌کنند. هر جا که بتوانند از این بازوی تبلیغاتی بهره بگیرند برای به هدف رسیدنشان از این وسایل استفاده می‌کنند. کما اینکه آقای برنارد مفسر فرانسوی می‌گوید که فقط یک راه می‌ماند که احتمالاً جلوی جنگ گرفته خواهد شد و آن هم این است که آقای خامنه‌ای و در واقع حکومت اسلامی بساط اتمی خود را جمع کند، کاری که اگر یادتان باشد قذافی بعد از اولین حمله آمریکا به لیبی انجام داد، یعنی کل آنچه را که برای غنی‌سازی اورانیوم به وجود آورده بود همه تشکیلات و تأسیسات و ماشین‌آلات اتمی را بار کشتی کرد و دو دستی تحویل آمریکا داد. آیا در شرایط امروز ایران این چند دستگی ها تا جایی که سپاه پاسداران میگوید که ما یک نهادی را به وجود آورده ایم برای اینکه رأی دهندگان به کاندیداهای مورد نظر سپاه پاسداران رأی دهند، آیا خامنه ای قادر است و میتواند کاری را که قذافی انجام داد
از وحشت انجام دهد، یعنی تمام بساط اتمی را که میلیاردها دلار پول دزدیده شده از سفره مردم ایران هزینه آن شده است، بار کشتی کند و دو دستی تقدیم آمریکا کند، آیا بعد از آن هنوز میتواند مدعی باشد که جانشین امام زمان است در روی کره ارض؟ در این روز آخر هفته وقتی که به این تک تک مسائلی که خدمتتون عرض کردم توجه میفرمایید، میبینید که مملکت ما روزهای بسیار حساسی را میگذراند. مردم ما روزگاران بسیار بسیار حساسی را میگذرانند که هر لحظه آن میتواند همراه با حادثه و اتفاقی باشد. امیدوار باشیم که این بار هم ایران ما و مردم ما بی خطر از این تلاطم سیاسی عبور کنند و سرانجام به آزادی مورد نظر خود برسند. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا صبح روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.